40% فساد مالی در جهان در معاملات تسلیحات، صنعت بسیار فاسدیه. دولت بریتانیا از همون ابتدا قصد داشت پول رو پس نده. من کاملا باور دارم که ایران همسرم نازنین و دخترم گابریلا رو به عنوان گروگان گرفته. دولت بریتانیا تا زمانی که میتونست قرارداد ببنده هیچ چیز دیگه‌ای براش مهم نبود. در تجارت سلاح نه فروشنده و نه خریدار هیچ کدوم بیگناه نیستن. سال 1349 دربار سخت در حال تدارک جشن‌های 2500 ساله بود. شاه می‌خواست ایران را به یکی از مدرن‌ترین کشورهای قرن تبدیل کند تا بتواند قدرتمندترین کشور منطقه و حتی در جهان باشد. شاه همچنین به دنبال برتری نظامی در منطقه بود. تجهیز ارتش با سلاح‌های پیشرفته یکی از اولویت‌های شاه بود. ما اسلحه نمی‌خریم که این کشور و اون کشور رو خوشنود کنیم. ما بر اساس نیاز و برای دفاع از کشورمون سلاح می‌خریم. ایران برای بریتانیا به دلایل مختلفی مهم بود. وقتی بریتانیا در سال 1350 شمسی نیروهای نظامی خودش رو از منطقه خارج کرد، ایران هم برای امنیت منطقه مهم بود و هم به دلیل داشتن نفت و همینطور اینکه هم پیمان بریتانیا و آمریکا در برابر شوروی هم محسوب می‌شد. در آمریکا ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسیده بود و می گفت آمریکا باید تامین امنیت را به کشورهای منطقه بسپارد. شاه این را فرصتی نادر می دانست که ایران را به جای بریتانیا قدرت اول نظامی منطقه کند. از طرفی بریتانیا علاقه ایران برای داشتن سلاح‌های پیشرفته را بازاری پر زرق و برق برای خود می دید. در دهه 70 ایران مهمترین مشتری برای تسلیحات بریتانیا بود. الان شاید عربستان هم مشتری خوبی محسوب بشه، ولی در اون زمان تنها ایران بود. شاه اما برای خرید محصولات نظامی انتخاب‌های دیگری هم داشت، مثل روسیه و آلمان. بریتانیا می‌دانست که برای فروش اسلحه باید دل شاه را به دست بیاورد. سر لستر سافیلد، رئیس فروش تسلیحات بریتانیا، در جواب یکی از خبرنگاران به اینکه در این فضای پر رقابت سلاح و تسلیحات در جهان چطور راه فروش را پیدا می‌کند، چنین جواب داد. اگه بتونم تو این برنامه بگم، باید بگم از در پشتی. کلی کار میتونیم انجام بدیم و همش قانونیه. واقعیت اینه که تجارت فاسد تسلیحات معمولاً در قلب سیاست خارجه بریتانیا است. در سال 1349 لستر سافیلد تلگرامی دریافت کرد. به او گفته شده بود که ترتیب سفر فرستاده مخصوص شاه به لندن را بدهد. این فرد مورد اعتماد شاه ایران شاپور ریپورتر بود. شاپور ریپورتر شخصیت بسیار جذابی بود. در ایران متولد شده بود و پدرش اردشیر جی هم دوست رضا شاه پهلوی بود. در آخر جنگ جهانی دوم شاپور به استخدام MI6 در آمد. در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق هم نقش داشت و در سال 1334 شهروند بریتانیا شد. در آن زمان شاپور ریپورتر مشاور شرکتی بود به نام میلبانک تکنیکال سرویس یا MTS که بعدها به نام IMS یا شرکت خدمات بین المللی نظامی نام گرفت. این شرکت کار مناقصه های دولت رو انجام میده. کلن وظیفه این شرکت و شرکت های مشابه جوش دادن معامله های تسلیحات در بریتانیا است و همچنین کار پرداخت پول و رشوه از طریق اونهاست، به خصوص تو منطقه خاورمیانه. شاپور ریپورتر در آن زمان برجسته ترین افسر اطلاعاتی بریتانیا در امور ایران بود. او برای خرید تانک هایی به بریتانیا آمده بود که شاه سخت به دنبالشان بود. او پس از دیدار با سافیلد در لندن، نامه‌ها و جزئیات قراردادهای تانک‌های چیفتن را با خود به تهران برد. شاپور با جزئیات از دیدار خود با شاه در تهران برای سفارت بریتانیا گزارش می‌داد. تا که بالاخره انتظار در وایت‌هول لندن به سر می‌آید و خبر رضایت شاه از قرارداد
میرسد. سفارش تانک‌های چیفتن یکی از بزرگترین معامله‌های تسلیحاتی بین ایران و بریتانیا بود. تانک‌ها در این کارخانه مهمات‌سازی سلطنتی بریتانیا در شهر لیدز ساخته شدند. شاه درخواست تغییرات فنی از جمله افزایش قدرت موتورها را کرده بود و حتی خواسته بود رنگ تانک‌ها به سبز ارتشی تغییر کنند. این کارخانه برای ساخت تانک‌های سفارشی شاه که نام شیر ایران داشت، نه تنها خط تولید خود را باید تغییر می‌داد، بلکه صدها کارگر جدید برای انجام این پروژه استخدام کرده بود. در عرض چند هفته، شاه به علم وزیر دربار خود می‌گوید می‌خواهد سفارش 700 تانک دیگر را هم بدهد. شاه ایران در مجموع حدود 2300 تانک چیفتن به ارزش نزدیک 300 میلیون پوند سفارش داد. از این تعداد حدود 180 تانک به ایران تحویل داده شد. درهای نعمت به روی بریتانیا باز شده بود. و این موفقیت شاپور ریپورتر و دوست و همکارش سر لستر سافیلد بود. کمیسیون او از قراردادهای تانکا 1% بود که بعدها به 1.5% افزایش یافت. آقای 1%ی لقبی بود که روزنامه ها به او داده بودند. آنتونی پارسونز، سفیر وقت بریتانیا در ایران، از بکارگیری شاپور برای قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا شکایت داشت و می گفت با این کار بدون اطلاع ما یک بمب ساعتی در وزارت خارجه بریتانیا کار گذاشته شده که دیر یا زود منفجر می شود. تا 2 سال مانده به انقلاب، رقم کمیسیون شاپور ریپورتر از قراردادهای نظامی با شرکت IMS به بیشتر از 6 میلیون پوند رسیده بود. شاپور به بریتانیایی ها گفته بود پولهای کمیسیون را به حساب بنیاد پهلوی می ریزد و این کمیسیون متعلق به خود شاه است. واقعیت اینه که در سالهای اولیه که معامله انجام شد، بریتانیا خیلی براش مهم نبود. شاپور به اونها داستانی گفته بود که کمیسیون رو به شاه میده و بریتانیا هم باور داشت که شاه پول رو میخواد. بنابراین هیچ تحقیقاتی نکردند تا ببینن که آیا داستان شاپور درسته یا نه. بین سالهای 1351 تا 1357 ایران بزرگترین خریدار اسلحه از بریتانیا بود. حدود 1/4 صادرات تسلیحات این کشور. شاپور اگر درصد میلیونی می گرفت، اما در عوض معامله های میلیاردی برای بریتانیا می بست. شاپور ریپورتر نقش برجسته‌ای در قراردادهای تسلیحات با ایران داشت. ولی اون کسی بود هم پول می خواست و هم مقام. در سال 1352 برای زحماتش در بستن قراردادهای پردرآمد برای بریتانیا از ملکه نشانه شوالیه و لقب سر گرفت. در همین سالها بود که درآمدهای نفتی ایران ناگهان پس از جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم‌های نفتی 5 برابر شده بود. از سالی 4 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار رسیده بود. بریتانیا هم می‌خواست سهمی از این پول داشته باشد و بستن قراردادهای بزرگ تسلیحاتی راهی برای دست یافتن به آن بود. دومین قرارداد مهم بین ایران و بریتانیا بعد از تانک‌های چیفتن، برنامه بلند پروازانه شاه در ساخت کارخانه مهمات در جنوب اصفهان بود. کارخانه‌ای با ظرفیت بالا برای ساخت قطعات تانک، تفنگ و طیف وسیعی از مهمات که می‌توانست ایران را به یک فروشنده تسلیحات تبدیل کند. وقتی قرارداد بسته شد، گیلاس‌های شامپاین در دفتر MTS در لندن پر شدند. اما این جشن عمری کمتر از 1 سال داشت. پروژه اصفهان خیلی افتضاح به بار آورد. دیوانوار بود که حتی شاه نتونست تحمل کنه و پروژه رو از برق کشید. در نتیجه دولت بریتانیا مجبور شد دخالت کنه و مقام رسمی فروش تسلیحاتش رو به ایران فرستاد تا شاه رو راضی کنه که قرارداد جدیدی ببنده که در نهایت اتفاق افتاد. و 1 سال بعدش انقلاب شروع شد و پروژه باز هم روی هوا موند. از طرفی شاه از تانک‌های چیفتن هم راضی نبود.
قدرت موتور تانک‌های چیفتنی که به ایران داده شده بود به جای 750 اسب 680 اسب بود. شاه از علم خواسته بود به انگلیسی‌ها بگوید که تانک‌های چیفتن شما معیوب است. توپ‌های این تانک مهمات کم دارد. چرا مهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. قیمت را هم که 200% اضافه کرده اید. زمانی که ما اومدیم از منافع خودمون دفاع کنیم، قیمت کالاها هم بالا رفت و چند ده برابر شد. اما این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما قیمتها رو بالا ببریم، ما میبریم بالا، شما میبریم بالا. باید یک راه حلی براش پیدا کنیم. سال 1354 شروع اختلافات و بحرانها بین ایران و بریتانیا بود. بمب ساعتی که انتونی پارسونز هشدارش را داده بود، شمارش معکوسش شروع شده بود. پرونده فساد و رشوه دهی در حال شکل گیری بود. انگشت اتهامات به سمت شرکت راکال بود که قرارداد سیستم‌های رادیویی تانک‌های چیفتن را با ایران بسته بود. قراردادی به ارزش 4 میلیون پوند. خوب پرونده رندل رو به خاطر دارم. اون پرونده نمونه ویژه و استثنایی از فساد بود. دیوید رندل افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال بود که با IMS کار میکرد. او و 2 نفر از مدیران شرکت راکال متهم به پرداخت رشوه برای گرفتن قرارداد شدند و ایران هم جزشون بود. در یکی از اون قراردادها 1% به شاپور رشوه داده بودند و رندل پیش از برگزاری دادگاه رئیسش رو تهدید کرده بود که در دادگاه استفاده سازمان فروش تسلیحاتی وزارت دفاع از رشوه برای بستن قرارداد در ایران رو برملا خواهد کرد. فرانک نوردین، یکی دیگر از متهمان، هم به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می شود. لستر سافیلد، رئیس فروش تسلیحات، خود به جایگاه شهود در دادگاه رفت و رسیدن پول به شاه ایران را تکذیب کرد. رابطه ایران و بریتانیا شکننده شده بود. شاه از اینکه از شاپور به عنوان معتمد و فرد نزدیک به او یاد شده بود، بسیار عصبانی بود و ادعای شاپور برای واریز پول به بنیاد پهلوی را دروغ خوانده بود. این جریان مسخره است. اینطور که من شنیدم، حالا شاید من اشتباه شده، اون پول شانداژ که میگرفتن میگفته برای MI6 میخوام. میگن که شاهدش چه میگن؟ گربه یک اتیز یه چه؟ روباه میگه شاهدت که میگه دنبم. بنابراین این خود انگلیس ها خود اونها میگن. عرشد که شاه اگر تا اونجا که من میدونم مرد شرافتمند شریفی بود و احتیاج به این حرف ها نشد. خانواده پهلوی ادعای شاپور مبنی بر واریز پول به بنیاد پهلوی را رد کردند. تاریخ مصرف شاپور ریپورتر نه تنها برای شاه که برای بریتانیا هم در این مقطع پایان یافته بود. MTS می‌خواست قراردادهایش را با شاپور به هم بزند، چرا که هنوز سر کمیسیون قرارداد مجتمع اصفهان به او بدهکار بودند. شاپور تهدید کرد که از وزارت دفاع بریتانیا شکایت خواهد کرد. اما حربه بررسی اداره مالیات بر کمیسیون او در این سالها او را از این کار باز داشت. در دیداری در پاریس، ارتباط 35 ساله سازمان اطلاعاتی بریتانیا با شاپور ریپورتر خاتمه پیدا کرد. شاپور ریپورتر در شهریور یا مهر سال 1357 برای آخرین بار از ایران خارج شد. آخرین بار موقعی است که 1980 و بین 85-86 لندن بودم، در نزدیکای هرودز روبرو شدیم با هم، هادی دو با هم کردیم و فلان و سمارا کجا بودی و غیره. نصرالله خان زاهدی تیمسار بازنشسته با من بود و بیگواش خدافزی کردم چون میخواستم برم هرود. آخرین رد پاهای شاپور ریپورتر رو تا اینجا در این خیابون در منطقه نایس بریج لندن تونستیم پیدا کنیم. از جزئیات زندگی پررمز و راز شاپور ریپورتر خیلی کسی چیزی نمیدونه، اما میدونیم که روزگاری اون با شاه ایران رابطه بسیار نزدیکی داشته و مقام‌های دولتی بریتانیا هم مرتب از اون تعریف و تمجید می‌کردن به خاطر زحماتی که برای کشور بریتانیا کشیده بود. اما ورق زندگیش یک دفعه
برگشت و میشه گفت در سن 59 سالگی به اجبار از صحنه روزگار محو شد. سر شاپور ریپورتر در سال 1300 در تهران متولد شد و در 92 سالگی در انگلستان از دنیا رفت. سال 1356 وضعیت ایران در حال تغییر بود. قیمت نفت پایین آمده بود و بحران سیاسی و اقتصادی هر روز بیشتر ایران را فرا می گرفت. اول آذر 1357 انقلاب تمام کشور را گرفته بود. در بهمن همان سال ایران شروع کرد به فسخ تدریجی قراردادها. در همان سال شرکت MTS نامش به IMS یا International Military Service تغییر کرد و پاسخگویی و مسئولیتش از وزارت توسعه خارجی به وزارت دفاع بریتانیا منتقل شد. واقعیت شرکت های مثل IMS اینه که اغلب اسم عوض میکنن، مدیر عوض میکنن و همینطور روش کارشون رو مرتب عوض میکنن، برای اینکه اکثر فعالیت‌هاشون ماهیتی غیر قانونی داره. اگر اونها به دولت وصل نبودن، ما اونها رو به عنوان بخشی از یک شبکه سازمان یافته جنایی توصیف می‌کردیم. اما چون به دولت و مقام‌های دولتی که درگیر فروش تسلیحات هستند وصلن، اونها رو یک جور شرکت خصوصی می‌نامن. حکومت سلطنتی در ایران سرنگون شد و حکومت انقلابی جایش را گرفت. با لغو قراردادهای تانک‌های چیفتن، هزاران کارگر بازنشست شدند و خط تولید تانک‌ها در کارخانه مهمات‌سازی سلطنتی در شهر لیدز متوقف شد. انقلاب و لغو قراردادها IMS را ناامید نکرد و حتی در آبان 1358 معاون وزیر دفاع بریتانیا با یک قرارداد جدید با دولت موقت و 2.5 میلیون پوند پیش پرداخت از تهران به لندن برگشت. جنگ ایران و عراق برای اقتصاد و صنایع نظامی کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا نعمت بزرگی بود. مدارک و شواهد غیرقابل انکار و محکم هم به صورت سند و هم حتی ویدیویی وجود داره که آمریکا و بریتانیا در زمان جنگ به عراق سلاح می‌فروختند. به علاوه شواهدی وجود داره و ما با استناد به مدارک موجود مفصلاً دربارش نوشتیم که آمریکا و بریتانیا مخفیانه به ایران هم سلاح می‌فروختند. این سلاح‌ها از چندین راه فروخته می‌شد، از جمله از راه عربستان و اسرائیل. دفتر شرکت IMS در زمان جنگ ایران و عراق همچنان در تهران کار می‌کرد. سندی متعلق به سال 1361 نشان می‌دهد کارمند شرکت IMS در تهران با بازرس ارشد وزارت دفاع این کشور درگیری لفظی بر سر نقشه‌های کارخانه مهمات‌سازی اصفهان داشتند. گفته می‌شود شرکت IMS در سال 1368 دفتر خود را در تهران تعطیل کرد. 4 سال بعد ایران به فکر تصفیه حساب افتاد و به دادگاه حکمیت اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس شکایت کرد. در این زمان بود که یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های حقوقی ایران شکل گرفت. جلسات دادرسی در دادگاه پاریس 4 سال طول کشید و در نهایت در سال 1375 این دادگاه به نفع ایران رأی داد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و بخش زیادی از آنها هنوز محرمانه هستند. از سال 1375 به بعد یک سلسله دادگاه در هلند ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام دادگاه بین‌المللی لاهه در سال 1380 به نفع ایران رأی داد. که البته IMS در دیوان عالی هلند به این حکم اعتراض کرد. پایه آخرین سلسله اعتراضات IMS بر سر مبلغ سودی است که باید برای این سالها به ایران پرداخت کند. بریتانیا از همون اول انقلاب قصد نداشت پول ایران رو پرداخت کنه و کش دادن قضیه سیاستش بود تا مسئله به دست فراموشی سپرده بشه. منبع مطلعی در سال 1357 بهم گفت که وزیر دفاع بریتانیا با IMS دیدار و گفتگویی داشته و گفته بودند که حتی 1 ریال هم به تهران بر نمی‌گردد. این
این نبرد حقوقی ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 1388 حکم قطعی به نفع ایران صادر شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بریتانیا را از پرداخت پول باز داشت. اما ایران همچنان به دنبال راهی برای وصول پول بود و در سال 2013 نمایندگان رسمی را به بریتانیا فرستاد تا در دادگاه‌های تجاری این کشور برای وصول پول اقامه دعوا کنند. اما اتفاق نادری افتاد. موقع ورود به فرودگاه هیترو لندن، گذرنامه های آنها را گرفتند، ویزاهاشان را باطل کردند و چند روز آنها را در مرکز نگهداری پناهجویان بازداشت کردند و سپس به ایران برشان گرداندند. این عملکرد واقعا غیر بریتانیایی است. دو دوزه بازی و آب را گلالود کردن است. روند حقوقی این پرونده همچنان ادامه داره و امسال شرکت خدمات نظامی بین‌المللی یا همون IMS درخواست جدیدی رو به دادگاه ارائه کرد که در اون خواهان کسر کردن سود پول از سال 2008 شده که وزارت دفاع ایران به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده بود. جلسات دادرسی به این درخواست در این دادگاه در لندن در ماه مه انجام شد و در نهایت رأی دادگاه به نفع شرکت بریتانیایی صادر شد. حالا دو طرف باید مبلغ سود رو از نو بررسی کنند. باقی ماندن پول ایران در دست شرکت IMS البته سودآور بوده است. اسناد موجود از شرکت IMS نشان می‌دهد این شرکت از پولی که بین سال‌های 1353 تا 1396 در اختیار داشته حدود 374 میلیون پوند سود کرده است. ما با شرکت IMS درباره مدارکی که در تحقیقاتمان به دست آوردیم تماس گرفتیم و درباره سود و سرمایه‌گذاری آنها در این سال‌ها پرسیدیم. آنها در جواب هیچ کدام از موارد ذکر شده را تکذیب نکردند و گفتند IMS یک شرکت خصوصی است که فعالیت‌های آن از طریق منابع دولتی تأمین نمی‌شود. IMS کاملاً متعلق به دولت بریتانیا است. این که میگن یه شرکت با مسئولیت محدوده، کلاهبرداری محضه. اول اینو به شما بگم که نظارت پارلمان بریتانیا بر صادرات اسلحه عملاً وجود نداره. کمیسیونی هست به نام کمیسیون کنترل صادرات اسلحه. این کمیسیون از کمیسیون‌های پارلمان نیست، بلکه از اعضای 4 کمیسیون دیگه پارلمان تشکیل شده. اعضای این کمیسیون هر از چندی جلسه دارند و دولت به هیچ وجه ملزم نیست هیچ توصیه یا نظری رو از این کمیسیون بپذیره که در عمل یعنی اتلاف وقت کامل. مثلا در فعالیت IMS یا شرکت‌های نیمه پنهان دیگه نظارت پارلمان صفره. یکی از مواردی که من به عنوان یه شهروند بریتانیایی برام مهمه و جای سوال داره این پر رمز و راز بودن و روشن نبودن قضیه است. شرکتی که به طور مخفی به دولت ربط داره. حساب‌های این شرکت به پارلمان نمیره و پارلمان نمیتونه به حساباش رسیدگی کنه. اصلا نمیشه فهمید چه اتفاقی داره میفته و جوابهایی میدن که ما یه شرکت خصوصی هستیم و اینا. برای من خیلی نگران کننده است، چون من و خانواده‌ام وسط این ماجرا گیر افتادیم. عواقب این قضیه دامن من و خانواده‌ام رو گرفته. دعوای ایران و بریتانیا حالا یک پیچیدگی تازه‌ای هم پیدا کرده. نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی در سال 1395 هنگام خروج از ایران دستگیر شد. او به جاسوسی و موارد دیگری متهم شد و هنوز در زندان است. خانواده خانم زاغری ردکلیف مدعی هستند او گروگانی در پرونده حقوقی بین ایران و بریتانیا است. ادعایی که مقام‌های ایران مرتبان را رد کردند. من فکر نمی‌کنم این دو پرونده مستقیم به هم ربط داشته باشند. بنا به تجربه طولانی با کشور محبوب شما و دولتش، باید بگم هر چیزی می‌تونه شکل معامله پیدا کنه. خانم رادکلیف به نظر من بیگناه در زندانه. قوه قضاییه ایران از دولت جداست و دولت هیچ کنترلی روش نداره. ولی نظام یعنی خامنه‌ای و سپاه دنبال بهانه‌ای می‌گردند که عقب بکشن و دستاویزی می‌خوان تا که خانم نازنین رو آزاد کنن. اگر ما پول رو جوری پرداخت کنیم
که ظاهرا ربطی به آزادی نازنین نداشته باشه، اونا آزادش میکنن. بعضی کشورهای غربی معتقدند ایران پس از انقلاب با گروگانگیری حرف خود را به کرسی نشانده است. از گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران گرفته تا گروگانگیری ها در لبنان. چارلز دیکنز کتاب معروفی داره به نام خانه قانون زده، بلیک هاوس، که درباره پرونده حقوقی ثروت یک خانواده است که سالها ادامه پیدا میکنه. همه اون ثروت صرف هزینه های قانونی اون پرونده میشه و در آخر پولی نمیمونه. حالا ما میخندیم به این داستان، اما خب واقعیته. پرونده حقوقی که نزدیک 30 سال طول کشیده و هنوز حل و فصل نشده، حالا با زوایای جدیدی که به آن اضافه شده، معلوم نیست تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.